به شما بیننده ی تلویزیون پرواز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و به برنامه خودتون خوش آمدید. ما آدم ها وقتی به هم نوع خودمون کمک رسانی میکنیم و کمک میکنیم، اول از همه باعث خوشنودی خودمون میشه. میدونیم که مؤسسه های خیریه زیادی در دنیا و جمله در شهر خودمون ونکوور وجود داره که کمک رسانی میکنن به مردم نیازمند. خیریه یارا یکی از این مؤسسه هایی است که در ونکوور فعال هستند و ما از خانم نازنین حبیب اللهی از خیریه یارا دعوت کردیم که مهمان برنامه امشب ما باشند و گفتگویی بکنیم با ایشون در مورد فعالیت های این مؤسسه. نازنین جان، خیلی خوش اومدی به برنامه ما. سلام شراره جون، خیلی متشکر، خیلی ممنونم. متشکرم از دعوتتون، ممنونم از تلویزیون پرواز که همیشه حامی خیریه ها به خصوص خیریه یارا بوده. قربونه برم، مرسی عزیزم، خیلی ممنون که تشریف آوردی توی برنامه ما. یک کمی در مورد خیریه یارا بگو و از کی شروع شده و اهداف این خیریه چی هستش عزیزم؟ بله، خیریه یارا یا مؤسسه غیر انتفاعی یارا در ونکوور کانادا در دسامبر 2020 شروع به کار کرد. هدف این خیریه در واقع کمک رسانی به زنان ایرانی هستش، چه حالا در داخل ایران چه در خارج از ایران در ونکوور، ولی با در واقع با اهداف مختلف. ما به خانم هایی که در ایران هستند، سرپرست خانوار هستند، کمک میکنیم با ایجاد کارآفرینی براشون. یعنی خانم هایی که این پتانسیل رو دارن که یک کاری رو برای خانوادهشون انجام بدن و سرپرست خانوادن، از بچه هاشون نگهداری میکنن، از پدر و مادرشون نگهداری میکنن و توانایی هایی رو دارن، ما این توانایی های اونها رو که در واقع بالفعل هستش به عرصه حضور میرسونیم با ایجاد کارهایی مثل ایجاد کارگاه خیاطی، ایجاد کارگاه قالی بافی، کارگاه های پخت و پز، کارگاه های شیرینی پزی، کارگاه نان پزی، حتی در یه سری از روستاها با خرید اقلام دام و فراهم کردن این دام برای اون خانم ها که بتونن در کنار حالا وظایف مادری و همسریشون این دام رو هم پرورش بدن و از منافعش بهره مند بشن به روش‌های مختلف. حالا ما این رو بررسی می‌کنیم و هزینه اون کارآفرینی رو در اختیار اون خانواده‌ها قرار میدیم با کمک خیریه‌های خواهری که در ایران داریم که در واقع کار انتقال این کمک و همچنین ارزیابی بعد از این کمک رو برای ما انجام میدن. نازنین جان، حالا اگر مثلا یک خانم نیازمندی در ایران تماس بگیره و بگه من مثلا نیازمندم، همسرم معتاد، طلاق گرفتم ازش، یه بچه کوچیکی دارم، چجوری میتونیم این کمک رسانی رو به اون فرد و اون شخص برسونیم؟ آیا نهادی هست که مثلا اون شخص بره سراغ اون نهاد و از طرف شما در واقع کمک رسانی بشه؟ بله، اگر همچین اتفاقی بیفته ما اونها رو به خیریه های در واقع همکار و خواهرمون که تو ایران هستن باید متصل بکنیم. شما بهتر از من میدونیم یک کمی توی ایران کارهای خیریه با حساسیت زیادی انجام میشه. بله، در واقع خیریه ها حوزه های کاریشون کاملا مشخص شده. مثلا یک خیریه ی حوزه کاریش منطقه ورامینه. متاسفانه مثلا اگر اون مادر یا اون خانومی که به ما معرفی کردن تو حوزه اون خیریه ما نباشه، ما خیلی نمیتونیم کاری بکنیم، چون اون خیریه ها از حوزه خودشون نمیتونن جایی برن. اما مفهر. به هر حال سعی خودمون رو میکنیم که حداقل مثلا به خیریه ای که اونا میشناسن و تو اون محدوده کار میکنه معرفیشون. بله، متوجه هستم. بعد حالا نحوه کمک رسانی به این مؤسسه به چه صورته و چگونه میتونن مردم در واقع کمک رسانی بکنن؟
نحوه کمک رسانی به این خیریه به این ترتیب هستش که حالا هر جوری که خود افراد راحت تر هستن. یکی از روش ها اینه که حالا همونی که بهش میگیم دونیشن یا کمک های گاه و بیگاه هستش که میتونن انجام بدن. خیریه یارا رو، آدرس ایمیلش رو که حالا من بعدن شما حتما میذارین، یارا ونکوور ات جیمیل رو میتونین شما به لیست پیاتون برای ای ترانسفر اضافه کنید و هر وقت که دلتون خواست هر مبلغی رو که خواستین به این خیریه کمک کنید. برای کسایی که در خارج حالا کانادا هستن و میخوان کمک بکنن، ما وبسایتی داریم که تو اون وبسایت شماره تلفن در واقع همکارای ما ذکر شده، میتونن به اون شماره تلفن تماس بگیرن و در واقع کمک بکنن. به غیر از اون ما یک فرم هایی داریم که اینو روی وبسایتمون گذاشتیم و یک فرمی هستش که در واقع فرم اوتو دیپازیت هست که این فرم رو شما میتونید پرینت کنین ببرین بانک و ماهانه هر مبلغی $10 $15 بخواین که به صورت اوتو دیپازیت از حسابتون به حساب یارا ترانسفر بشه. اینا روش هایی هستش که حالا یعنی دوستان میتوانن که در واقع ماهیانه هم خودشون رو اینرول کنن که در واقع ماهیانه از حسابشون برداشته میشه و به حساب یارا وارد میشه. بله. هیچ چیز تضمینی هم نداره. هر وقت که خواستن قطع میکنن، هر وقت که خواستن دوباره شروع میکنن، هر مبلغی که خواستن $10 $15 هیچ چیزی وجود نداره که خودشون رو حتما متعهد بدونن. هر وقت که خواستن میتونن این کمک ها رو هم قطع کنن. یه روش دیگه ای که ما به تازگی ایجاد کردیم، خیلی هم روش داریم کار میکنیم و خیلی بهش امیدوار هستیم چون که بیشتر یه کار فرهنگی میدونیمش، اینه که خب همه ما هم میدونیم که این دور زمونه خیلی در مورد مصرفگرایی صحبت میشه، که ما کالاهایی رو میخریم که حالا دوست نداریم تو منظر انبار میکنیم، یا مثلا هدایایی رو به هم دیگه میدیم که حالا اصلا نمیدونیم اون شخص به این هدیه که ما داریم میدیم نیاز داره نیاز نداره. همه ما داشتیم نمیدونم حالا چیزایی که از این خونه به اون خونه میره، چه در مواقع حالا شادی چه در اون بر که مواقع شادی نیست مواقع خم. حالا ما خیلی یارا یه کاری که اومده انجام داده اینه که ما یه کارتایی رو زدیم که هم در واقع کارت تبریکش رو داریم و هم کارت تسلیتش رو داریم. حالا مثلا شما تصور بفرمایید که میخواین برین منزل یه دوستی که خونه جدیدی خریده یا تولدشه یا دفعه اولیه که شما میخواین برین، $10 $20 میخواین مثلا یه هدیه ای بخرین. چه خوبه که به جای که مثلا یه چیزی بخریم که اون شخص هم حالا شاید احتیاجی بهش نداشته باشه، شما این مبلغ رو به یارا کمک کنین و ما یکی از این کارت ها رو به شما میدیم. حتی اگه مایلن بودین که مبلغش هم توش ذکر بشه ما میتونیم اونو بذاریم، که بعضیا مایل نیستن مبلغ ذکر بشه و ما این کارت رو به شما میدیم، اینو شما به دوستتون میدیم و روش نوشته که این مبلغ به خیریه یارا کمک شده. چه ایده خوبی. برای اینکه من میدونم و میشناسم کسایی رو که به هر حال تولدشون بوده یا حتی نامزدیشون بوده، عروسیشون بوده و مثلا گفتم ما تولد داریم میگیریم، تشریف بیارین، خوشحال میشیم، ولی لطفاً اگه هر کسی میخواد کادویی بیاره به این همچین خیریه کمک بکنه یا دونیت کنه به نمیدونم بیمارستان بچه ها یا دونیت کنه به نمیدونم. و چه کار خوبی شما دارین میکنین که به هر حال این کمک رسانی به هموطنان خودمون در ایران میرسه و به بچه ها و مردم نیازمند ما در ایران. دقیقاً شیجون، چون میگم این یه چیزی که همیشه ما باش درگیر بودیم، میخوایم جایی بریم نمیدونیم چی بخریم یا نه اصلا طرف به چی احتیاج داره، یا مثلا حتی میگم موقعیت هایی مثل در واقع فوت کسی هستش، حالا یه گلی ما میخریم تهیه میکنیم حداقل $20 $30 پول میدیم، بعد مراسم تموم میشه، یعنی این گل ها میمونن و از بین میرن. حالا البته در مورد زیبایی گل نمیشه حرف زد، ولی ما فکر کردیم که شاید بد نباشه که این جایگزینی بشه. حالا اگر مبلغ بیشتر باشه، مثلا حتی یک عده جمع بشن، ما یک بنرها یا استندی رو هم زدیم که حالا اگر شما لطف بکنید و عکسش رو بذارید. حتما
بنر و استند هم بنر تبریک داره و هم بنر و استند تسلیت داره. مثلا تعداد که زیاد باشه، ما داشتیم حتی تولد بوده، بازگشایی یک بیزنس یا یک مغازه‌ای بوده، اینا همه پول گذاشتن به جای گل، ما این بنر تبریک رو خودمون بردیم اونجا نصب کردیم، آخر شب هم خودمون برداشتیم و یا یعنی ببخشید نازنجا، یعنی هم میتونه گل باشه، یعنی از این گلای مصنوعی، یا اینکه گلای گل یا فقط بنر باشه. ما بنرمون برای تبریکه. بنر تبریک داریم، بنر تسلیت هم داریم. اما بعضیا برای مراسم خاکسپاری بنر سختشونه که ببرن سر مزار، ما حلقه گل هم حلقه درست. گل بله دادیم یک خانم دیزاینری برای ما، اینو خیلی زیبا دیزاین کردن که من عکسشو برای شما میفرستم. ما این حلقه گل رو هم میتونیم سر مزار بفرستیم با نام طرف که فرستاده. بعد وقت میرین حلقه گل رو بر میدارید و اون برای دفعه بعد استفاده میشه، یعنی فقط درست. یک بار میبرید اونجا. اتفاقا یکی از فهم کنم دوستان ما در ایران یه ختمی بود و همچین کاری رو کرده بودن و من برای اولین بار شنیده بودم. گفتم چه فکر خوبی اتفاقا این که به جایی که گلی که میبرین پرپر میشه، نمیدونم بعد استفاده نمیشه، همچین کاری بود که حداقل اون منافعش برسه به یه خیریه‌ای، به یک جایی که کمک رسانی بشه در واقع به مردم. خیلی فکر عالیه. این تو ایران خیلی مصطلحه، خیلی از خیریه‌ها این کار رو انجام میدن، محک به نام دهشپور، خیلی خیریه‌ها این کار رو انجام میدن. ما هم اینجا این کار رو راه انداختیم چون فکر کردیم خب این هم نیاز جامعه ایرانیه، چون ما این جزء فرهنگمونه که حالا حتما تو مراسم ختم و مراسم تبریک دست خالی نریم، دوست نداریم که دست خالی بریم و اینا. و چی از این بهتر که به جایی که حالا کالای مصرفی بخریم یا حالا به قول شما در بهترین حالت یه گلی بخریم که حالا هم هزینه زیادی بدیم، هم طرف ندونه که با این گل حالا بعد چی کار کنه، پرپر میشه بعد بین میره، این مبلغش کمک بشه به خیریه با ذکر نام اون شخص، حتی اگر مایل بودن مبلغی که کمک کردن، اگر هم مایل نبودن که هیچی، حالا در هر مقداری که هست، اگه مقادیر کوچیکه 10 دلار 20 دلار ما میتونیم کارت ها بهشون بدیم، اگه بیشتره ما میتونیم اون بنر یا استند رو براشون بفرستیم. حالا چگونه عزیزان میتونن تهیه کنن این بنرها رو، یا با چه نهادی باید تماس بگیرن غیر از یارا اگر در ایران باشن؟ اگر در ایران باشن و مثلا فرض کنید میخوان اینجا چیزی رو بفرستن، باید باز لطف کنن و با یارا تماس بگیرن، یعنی برن وبسایت ما yara.org و اونجا با آدرس ایمیل داریم، تلفن داریم، تماس بگیرن و مثلا بگن حالا برای دوستی میخوان اینو اینجا بفرستن، هزینه‌ش هم به چه نحوی برای ما میفرستن. برای دوستانی که داخل ونکوور هستن هم باز به همین ترتیب با ما تماس بگیرن، تلفنی که رو به وبسایت داریم و شما لطف میکنیم و اینجا میذاریم، یا آدرس ایمیلی که ما داریم با ما تماس بگیرن، ما خودمون همه کار لاجستیکش هم انجام میدیم، مثلا میبریم میذاریم و میاریم. بله نازنین جان، آیا کسانی که در یارا دارن کار میکنن دستمزدی هم میگیرن یا اینکه فقط در واقع والنتیر هستن؟ هیچ دستمزدی کسایی که توی یارا کار میکنن نمیگیرن. یارا کاملا روی در واقع کمک‌های والنتیری میچرخه، داوطلبان ما میچرخه. یعنی شما مبلغ مثلا 20 دلار که میدین، ما عین این 20 دلار رو انتقال میدیم به ایران. تنها مبلغی که ما ممکنه که از این پول کسر بکنیم، مبلغی که مثلا ما پول حسابدار میدیم، چون خب این برای ما خیلی مهمه، حساب‌های ما باید کاملا واضح باشه، دولت کانادا اینا رو بررسی میکنه، بعد قشنگ نشون بدیم همونقدر که اومده همونقدر هم ما خارج کردیم و انتقال دادیم. بله، چون یه مؤسسه نان پروفیت هستش به این خاطر. من برام این خیلی جالب بود، سوالی که برام پیش اومد که اگر خانم ایرانی در ایران تماس بگیره با چه نهادهایی، شما ما در واقع با چه نهادهایی در ایران کار میکنید، یا مثلا این خانم باید حتما با شما اول تماس بگیره بعد بره سراغ اون نهادی که در واقع در جایگاهی هستش که شما اونجا هم کاور میکنید؟ ببینشه جان، با ما که نباید تماس بگیرن، چون که ما توانایی اینو نداریم که
در واقع اعتبار سنجی بکنیم نیاز اون آدم رو. چون تو مسئله کمک اعتبار سنجی خیلی مهمه، به خصوص تو شرایطی که الان ما توی ایران داریم. ما با چند خیریه معتمد توی ایران کار میکنیم که اون خیریه های معتمد ما کار اعتبار سنجی رو میکنن. اصلا اونها هستن که عین یک طرح توجیهی مثل یک پروپوزال برای ما مدارک رو حاضر میکنن و میارن، میگن این خانم با این تعداد خانواده، با این حرفه، با این تخصص اینقدر پول احتیاج داره برای این کار. ما اون پول رو بهشون میدیم، تمام لیست ریز رو به ما میدن. مثلا ما اینو رو وبسایتمون گذاشتیم، مثلا برای یه خانومی کارگاه قالی بافی را انداختیم به عنوان مثال، تک تک پول ریزش، اینقدر پول دار شد، اینقدر پول نخ شد، اینقدر پول چی شد، همه رو میدن، انتقال میدن و کار رو یعنی میبرن دار رو براشون نصب میکنن، چیز میکنن، بعد میرن سر میزنن، میرن دوباره سر میزنن ببینن که آیا هنوز داره کار میکنه، بهره میبره. مثلا شرایطش خدای نکرده سخت نشده باشه، مجبور شه اون دارو بفروشه، متوجه میشین؟ این بلد. این کار رو خیریه های امین ما دارن انجام میدن توی ایران درست. برای ما و به نحو احسن هم کار میکنن، یعنی واقعا ریز و دقیق میگم عین طرح توجیهی برای ما میارن. ما این طرح توجیهی رو میبینیم تو جلسه، روش صحبت میکنیم آیا اینو میخوایم یا نمیخوایم. مثلا یه وقتایی هم که شده یه طرح توجیهی رو هم قبول نکردیم. مثلا طرح توجیهی اومده که خانمی مثلا خواسته کار دست فروشی بکنه، ما این کار رو قبول نکردیم. مثلا گفتیم که تو چارچوب مثلا سیستم ارزشی ما نیستش، ولی مثلا خانمی میخواسته دوره ببینه کار آرایشگری بکنه، هزینه شو دادیم. چرخ خیاطی میخواسته کار خیاطی بکنه، هزینه شو دادیم. دوره آمپول زنی و پانسمان و اینا میخواسته ببینه، هزینه شو دادیم. پس فقط کاریابی هستش که انجام میدیم. مثلا اگه یک خانمی مشکلی داشته باشه، حالا داره طلاق میگیره، بی خانمان میخواد بشه، نمیدونم، اینا رو شما کاور نمی کنید یا می کنید به یه نوع دیگه؟ اینا تو چیز میدونین توی زمینه کاری ما نیسته، چون اینا هم تخصصهای خاص خودشون میخواد و میگم خیریه های مختلفی تو ایران الان دارن کار میکنن. مثلا خیریه های هستن که فقط با ایتام کار میکنن، خیریه های هستن که تو این معضلات اجتماعی مثل همین گرفتاری هایی که وجود داره کار میکنن. ما متاسفانه نداریم، یعنی خب این کارام همه کار تخصصی متوجه. بله ما تو زمینه کارآفرینی کار میکنیم. خانمایی که دنبال این هستن که اولا سرپرست خانواده باشن، یعنی فرزند داشته باشن، پدر مادرشون حالا و این خانواده رو دارن سرپرستی میکنن، ما براشون کارآفرینی ایجاد میکنیم. بعد کسانی که کمک میکنن به خیریه یارا، آیا کمکشون تکسبل یا مثلا چجوریه در مورد تکس یا مالیات؟ بله بله، هر کمکی که از $30 به بالاتر باشه ما براشون در واقع رسید صادر میکنیم، یعنی همون تکس رسید براشون صادر میشه که در واقع از معافیت مالیاتیش برخوردار باشن. بله بسیار هم عالی. بعد بنرها و اینا رو هم که گفتید که اگه مثلا بخوان برای از شما تهیه میکنن، بعد میتونن که حالا اونور استفاده بکنن یا هر جایی استفاده کنن، هر جایی که میخواستن ببرن، شهرهای مختلف، نورتفن هست، کوکیتلام هست، هر جا ما داشتیم. مثلا تبریک میخواستن بگن، بنر رو میخواستن بفرستن، ما بردیم نصب کردیم روش زدیم از طرف کی به کی و بعد هم رفتیم خودمون جمع کردیم و آوردیم. بله، نکته ای هست که نازنین جان نگفته باشید که دوست داشتید اینجا؟ فکر کنم که همه چی رو گفتم. باز دوباره میتونم تاکید کنم که شما نمیدونین که از همین کمک‌های کوچیکی که ما میکنیم ما چه کارهای بزرگی میتونیم توی ایران انجام بدیم، به خصوص با این شرایطی که الان در حال حاضر توی ایران وجود داره. ما از سال 2020 شروع به کار کردیم. وقتی که داشتیم کارهای چند وقت پیش آمارمون رو جمع میکردیم، دیدیم ما بیش از 100 کارآفرینی ایجاد کردیم. اصلا برای خود ما هم یه جور شگفت زده شدیم، سورپرایز شدیم، واقعا فکر نمیکردیم 100 خورده ما کارآفرینی ایجاد کردیم با همین کمک‌های کوچیک. یعنی واقعا ما کمک‌هایی که گرفتیم به غیر از حالا یه سری معدود که بزرگ بوده و بعضیا به ما کمک کردن، همه کمک‌های کوچیک بوده که مثلا به افرادی بودن که متعهد خودشون دونستن هر ماه $10 $20. الان واقعا $10 با این هزینه‌هایی که توی ونکوور وجود داره هیچه، شاید مثلا یه قهوه و یه دونه شیرینی باشه. ولی همین
$10 که جمع میشه، ما مثلا تونستیم میگم مثلا دار قالی برای مادری بزنیم، چندین مغازه ما باز کردیم برای مادری که دوست داشتن، که خودشون توی مغازهای فروشنده بودن ولی خب حقوقی گرفتن. بعد ما تو اون شهر کوچیکشون براشون مغازه رهن کامل کردیم و وسایلی که میخواستن خریدیم. عکساش رو وبسایتمون هست، اگر ببینین بچه‌هاشون با چه شوقی دارن این قفسه‌ها رو برای مادر میچینن. چقدر عالی، چقدر خوب. خیلی مادر تو مغازه کار میکنه، بچه‌ش هم کنارش وای میسه، راه و رسم تجارت و بیزنس رو یاد میگیره از مادر. همین کمک‌های کوچیک واقعا $10 $20 کارهای خیلی بزرگی میتونه بکنه. به قول ضرب المثل قدیمی خودمون، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. نازنین جان، و اگر به قول شما $1 $2 $5 برای ما که این ور دنیا هستیم پولی نیست، پول در واقع قهوه‌مون هم نیست، چرا که کمک نکنیم، چرا که در واقع کمک رسانی نکنیم به هم نوع خودمون. گفتم اول برنامه، نمیدونم شما شنیدین، وقتی آدم به هم نوع خودش کمک میکنه، اول از همه این باعث میشه که خودش خوشنود بشه، خودش خوشحال بشه. در مورد در واقع تجربه مردم که کمک کردن، به قول این وریا تستمونیالی که دارن، چه چیزهایی، چه تجربه‌ای شما داشتید؟ خیلی خوب بوده. میگم ما رو وبسایتمون اگر نگاه کنید گذاشتیم، هم از نسل جدید و هم از به قول معروف یعنی مهاجرانی که اینجا خود اومدن و جنریشن اول بودن و حتی جنریشن دوم، ما در واقع صحبتاشون رو روی وبسایتمون داریم. ما چون خیلی همه کارمون شفافه، مردم هم این شفاف سازی رو خیلی دوست دارن. یعنی ما تمام کارامون اینجوریه که میگم به صورت پروژه میاد، ما بهش سرمایه اختصاص میدیم، پول رو میفرستیم، کار انجام میشه، لیست تمام هزینه ها میاد، عکس و فیلم میاد از اون خانواده که و گزارش کسب و کارشون میاد، و ما چون اینا رو توی مثلا صفحات اجتماعی که داریم، مثل صفحه مثلا اینستاگراممون، صفحه فیسبوکمون، گروه های مثلا تلگرام، اینا رو میفرستیم برای کسایی که عضو هستن، همه خیلی دوست دارن، همه خیلی استقبال کنن و اعتماد میکنن. ما هم خوشحالیم از این موضوع، اعتماد میکنن و در واقع با ما خیلی همراه بودن. شاید ما احتیاج داریم مثلا به پلتفرمایی مثل شما که همیشه البته لطف داشتین قربانشون، گوش مردم برسه که ببینن کارهایی رو که انجام میشه، جزئیاتش رو ببینن و خب بیشتر این در واقع درگیر بشن و اینوالو بشن. مردم همیشه خوب بوده، مهربون بودن، کمک کردن. به خصوص ما تجربه خیلی خوبی هم در مورد نسل دوم داریم. الان تو این پروسه هستیم که میخوایم همه چیمون رو در واقع ورژن انگلیسیش رو هم تولید کنیم. چقدر هم خوب. مون هم کارتامون هم وبسایتمون، چون دیدیم که خیلی هم این جنریشن دوم خیلی هم سخاوتمندن، خیلی هم اعتماد میکنن و اونا هم خیلی دوست دارن. یعنی با وجود که اینجا بزرگ شده هنوز دوست داره که کمک بکنه به مثلا سرزمین مادری که مثلا شاید هم هرگز ندیدتش. میدونی به خاطر اینکه دونیشن و کمک رسانی در این ور دنیا یک چیز عادیه و همه این کار رو میکنن، حتی مثلا به کمک رسانی به چیلدرن هاسپیتال میکنن، کمک رسانی حتی میری خرید میکنی، میری والمارت، میری سوپر استور، مثلا میگن که میخوای اینقدر $1 $2 دونیت کنی به همچین مؤسسه‌ای، و این عادیه برای این ور. برای همین جنریشن جدید ما عادت دارن که این کار رو بکنن و خب خیلی خوبه، خیلی جای سپاسه که واقعا این اتفاق میفته. نازنین جان، توی مؤسسه یارا چند نفر فعال هستن و اگر دوست داشتید اسمای اون عزیزان رو هم بگید خوشحال میشیم. بله خواهش میکنم. تو مؤسسه یارا اون هسته مرکزی یارا که در واقع کارهای برنامه ریزی یارا رو انجام میده 4 نفر هستن. سرکار خانم سبزواری هستن که حتما همه میشناسنشون، تو جامعه ایران خیلی شناخته شده هستن. خانم قفارزاده هستن که بازم ایشون چهره شناخته شده هستن، و آقای صوفی که ایشون هم که همه میشناسن،
لطفشون و کمکشون به جامعه ایرانی زبان زد خاص عامه و من هم هستم. ما 4 نفر در واقع هسته اصلی رو داریم و بعد گروهی در واقع والنتیر داریم که حالا برنامه‌های مختلفی که میذاریم خب به ما کمک میکنن. مثلا ما به مناسبت روز مادر یه برنامه گذاشتیم، یه جشن کوچیکی ترتیب دادیم که دوستانمون اومدن خیلی به ما کمک کردن، حالا چه والنتیرهایی که پشت صحنه کمک میکردن، چه والنتیرهایی که اومدن و تو کارهای هنری به ما کمک کردن، خانم که اومدن از صدای زیباشون بهره مند شدیم، گروه رقصی که اومدن که در واقع رقصیدن اومدن و ما یه برنامه گذاشتیم، بلیت فروختیم و پولش رو جمع کردیم و اون رو هم باز منتقل کردیم ایران و روش گزارش دادیم. همیشه والنتیران بودن و به ما کمک کردن. چقدر عالی و چه گروه خوبی هستید که در کنار همدیگه جمع شدید و این کار خیر رو دارید انجام میدید. هر کمکی هم از طریق تلویزیون پرواز برمیاد، ما در واقع در خدمت مردم هستیم و امیدواریم که بتونیم که کمک رسانی بکنیم از طریق تلویزیون، از طریق در واقع مؤسسه خیریه یارا. خیلی ممنونم و تشکر میکنم از اینکه به برنامه ما اومدی و اطلاع رسانی کردی به دوستانی که در مورد فعالیت های در واقع خیریه یارا نمیدونن و نمیدونستند و عزیزانی که مایل هستند به خیریه یارا کمک رسانی کنند میتونن با وبسایتی که در صفحه نوشته شده با این شماره تلفن و با این ایمیل تماس بگیرن و کمک رسانی هاشون رو برسونه. همجوری که نازنین جان گفت ماهیانه هم میتونید کمک بکنید و ماهیانه میتونید یواش یواش جمع بشه. هر چقدر تعداد ما ایرانی ها در ونکوور مخصوصا زیاد بشه، خب یاری رسانی ها، کمک رسانی ها به مردممون، به خانم های نیازمندمون در ایران بیشتر میشه. نازنین جان بازم ازت تشکر میکنم، خیلی ممنون که به برنامه امشب ما اومدی. اگر نکته ای هست که دوست داری بگی من در خدمت هستم. خیلی متشکرم. نه خیلی ممنون شری جان، همه مطالب شما پوشش دادین. خیلی ممنونم از شما و تلویزیون پرواز که این فرصت رو برای ما فراهم کردن که ما بتونیم در مورد یارا و اهداف یارا و نحوه کمک رسانیش با مردممون صحبت کنیم. خیلی متشکر هستم از ایرانیان خارج از کشور که هنوز دغدغه‌شون سرزمین مادریه و به ما اعتماد میکنن و کمکاشون رو در اختیار ما میذارن. ما نهایت تلاش خودمون رو میکنیم که اون جوری که در واقع قول دادیم و ادعا کردیم در واقع کمک‌ها رو انتقال بدیم و تا حالا فکر میکنم که موفق بودیم، چون خیلی شفاف گزارش دادیم و گفتیم و همین باعث شده که به ما بیشتر اعتماد کنیم. بله بله، و اون اعتماد خیلی مهمه، خیلی مهمه. بازم ممنونم نازنین جان که تو برنامه ما اومدی. خب عزیزان، روز روزگارتان خوش. شراره سلطانی هستم و به امید دیدار.